امرالد اینساید یکی دیگه از پایگاه اطلاعاتی هستش که ما میخوایم توی این مجموعه آموزش خدمتتون توضیح بدیم برای این کار من میام وارد سایتش میشم مثل باقی پایگاه اطلاعاتی سعی میکنم توسط جستجوگر گوگل بیام و آدرس این پایگاه اطلاعاتی رو پیدا بکنم برای این کار توی جستجوگر گوگل عبارت امرالد رو وارد میکنم جستجو رو میزنم تا ببینم به اون نتیجه ای که میخوام میرسم یا اینکه نیاز هستش یه سری تغییرات رو اعمال بکنم اول نتیجه ای که برای من میاره پایگاه اطلاعاتی امرالد اینساید هستش که دقیقا همون چیزی که مد نظر هست من دیگه آدرس اون رو دارم و میتونم سوزت مستقیم به اون مراجعه بکنم واردش میشم تا بتونم عمل جستجو رو انجام بدیم توسط این پایگاه اطلاعاتی همونطور که خدمتون گفتم دلیل معرفی پایگاه اطلاعاتی متعدد توسط مجموعه به این صورت هستش که شما در انتخاب پایگاه اطلاعاتی دستتون باز باشه و بر اساس اون نیازی که دارید بیاید از پایگاه اطلاعاتی مختلف استفاده بکنید هر پایگاه اطلاعاتی دسترسی خاص خودش رو داره و شما میتونید برای انتخاب یک مقاله و یا پیدا کردن یک مقاله به پایگاه اطلاعاتی مختلف مراجعه بکنید خب من توی قسمت جستجوی پایگاه اطلاعاتی از عبارتهایی که قبلا استفاده کردم میام استفاده میکنم تا کار سریعتر پیش بره اینتر رو میزنم تا جستجا انجام بگیره نتایج جستجو 27 مورد 27 هزار مورد هستش خب برای اینکه بیام فیلترهای مختلف رو اعمال بکنم تو در مورد فیلترها میدم اگه چیز جدید نباشه سعی میکنم ازش عبور کنم خب این قسمت که چینش رو به همون صورت دو تا حالتی که خدمتتون توضیح دادیم هستش فقط یک حالت اضافه شده و اونم اولدست فرست هستش که میاد و قدمی ترین نتیجه جستجو از نظر تاریخی رو برای ما در ابتدا نمایش میده تو سمت راست ما میتونیم جستجو رو فیلتر بندی بکنم و فیلترهای متعدد رو اعمال بکن مثلا تو قسمت تو این قسمت ما میتونیم کلید تعیین بکنیم تاریخ رو میتونیم در این قسمت داشته باشیم منتشر کننده رو داشته باشیم عنوان و نوع مقاله و متن رو هم از این قسمت ها میتونیم تعیین بکنیم توی این قسمت ما میتونیم فیلد های مختلف رو تعریف بکنیم و فیلد های مختلف رو مثل حالات های قبلی که داشتیم بیایم به همدیگه مرتبط بکنیم به هر فیلد رو در یک ناحیه خاص جستجو رو برای اون انجام بدیم با زدن گزینه به اضافه میتونیم فیلد های مختلف دیگه رو هم اضافه بکنیم این حالت میاد دسترسی رو برای ما مشخص میکنه به محتوایی که اون مقاله و اون متن داره به چه صورت باید باشه خب اینجا توضیحات دیگه ای نمونده در خصوص فیلتر کردن جستجو فقط یه مسئله هستش اینه که همونطور که میبینید ما اینجا عبارت دو عنوان آیکون کی منظور از این علامت ها حدود دسترسی رو نشون میده که از مربع پررنگ مربع کامل رنگ شده که دسترسی به صورت آزاد هسته شما داریم یا بهتر بگم دسترسی رو ما به مقاله داریم مثلا بعضی از اینها هم به صورت آزاد هم هست هم به صورت پرداخت هزینه و تا علا علامت هایی که به این صورت هستش و به علامت A میرسیم که فقط چکیده ای اون مقاله در دسترس هستش خب من الان اینجا تو این جستجو فعلا علامت رو نمیبینم بذارید عبارت نکست رو بزنم توی صفحه بعد مطمئنا باید یکی از این علائم حداقل بتونم ببینم خب بله همطور که مشاهده میکنید ما اینجا رو داریم که به عنوان بک فایل هستش فایل که میتونه این مقاله برای من در دسترس قرار بده از خودش ما اینجا دوباره رو داریم اصلا این قسمت آرما داریم یعنی برای این مقاله ما فقط چکیده اون رو در دسترس داریم میتونیم واردش بشیم و چکیده اون رو داشته باشیم خب اجازه بدید قسمت ادوانس سرچ رو هم یک سری بزنیم و ببینیم جستجوی پیش رفته مطلب خاص برای گفتن موجود هستش یا خیر صفحه جسوجی پیش رفته همطور که میبینید همون حالت آیتم هایی هستش که خدمتون توضیح دادیم به اضافه هم کرد به همون صورت اضافه میکنه محتویات هست نوع محتوا و تاریخ هستش تاریخ هم به صورت سال و ماه میتونید تعیین بکنید از یک بازه و یا از همین تاریخ که از الان هست تا شش ماه یک سال یک ماه قبل رو هم میتونید در این قسمت انتخاب بکنید پس چیز جدیدی نبود پس اجازه بدید از این قسمت به صورت عبور کنیم بریم یکی از این رو به صورت خودکار انتخاب بکنید بذارید ما همین حالتی که ایداش رو انتخاب بکنم خب حتما سوالتون اینه که توی بعضی از این موارد ما میتونیم مثل حالت پایگاه اطلاعاتی یا جستجوی گوگل اسکالر عبارت رفرنس رو در اینجا مشاهده بکنم اگه من روی این رفرنس کلیک بکنم میتونم اون قسمت مدنظر نظر که هستش رو اطلاعات این مقاله رو بگیرم باید خدمتون عرض بکنم که بعضی از این عبارت ها به اون نتیجه دلخواه شما که مد نظر هست شما رو ارجاع نمیده برای اینکه توی این قسمت بتونید از محتوا استفاده بکنید فقط کافی داخل اطلاعات اون مقاله مورد نظرتون با کلیک کردن برید میخوام جزئیات این مقاله رو در بیاریم خب عبارتی دنبال عبارت مثل سایتیشن رو دانلود سند میگردیم توی سمت راست ما میتونیم سایتیشن و رفرنس رو پیدا بکنیم اما مشکل اینجاست که ما عبارت دانلود رو نداریم اما اگه دقت بکنیم یک عبارت به عنوان مرد با یک فلش در اینجا مشخص شده من روش کلیک میکنم و طور که می‌بینید ما مشاهده می‌کنید که عبارت مشاهده می‌کنیم که دانلود سایتیشن رو در اینجا ما داریم فقط حتما براتون سوال به وجود که اینجا ما یک سیف تو رو هم داریم خب بعد خدمت رو عرض بکنم سیف تو اینجا به صورت ایجاد در حساب کاربری عمل میکنه و برای اینکه شما از این قسمت و از این گزینه بتونید استفاده بکنید ما تو قسمت های آینده خدمتتون اگه اجازه بدید توضیح بدیم تو اون قسمتی که شما میتونید از حساب کاربریتون استفاده بکنید داخل مندلی خب فعلا از اون قسمت میگذریم اجازه بدید بریم دانلود سایتیشن رو که حالت ساده اون هست خدمتتون توضیح بدیم روش کلیک میکنم تا ببینم صفحه جدید قرار من باز بشه یا قرار به دانلود ها و محیط دانلود برای من مراجعه بشه همطور که میبینید ما به صفحه که تعیین کننده فرمت هستش مراجعه ارجاع داده میشیم خب من RIS رو انتخاب میکنم که میتونم از این فایل ها برای مندلی استفاده بکنم خب روی دانلود آرتیکل سایتشون کلیک میکنم همطور که میبینید گزینه مبنی برای اینکه محتوای اطلاعات به صورت چکیده ای مقاله رو دارا باشه یا نداشته باشه برای من اینجا مشخص نشده کلیک میکنم تا صفحه دانلود برای من باز بشه اوپن مندلی دکستاب رو میزنم و گزینه اوکی رو میزنم تا اطلاعات این مقاله انتخاب شده به صورت خودکار به کتابخونه مندلی من به همین صورت که هستش اضافه بشه پس به این صورت هم ما تونستیم از پایگاه اطلاعاتی ای امرالد اینسایت هم استفاده بکنیم و مقاله ای را با چند کلیک ساده اطلاعاتش رو داخل نرم افزار مندلی منتقل بکنیم